بارانهای سیلاسای نیمه تابستان در استان زنجان سیلی از خرابی به بار آورد. ده مرداد ما geldi doldu heyeti Sidi Khan Şarmak'la külden heyeti götürdü. Şimdi bu kapılar da yıkıldı, geldi doldu töylüye. 80 tane 100 tane davarımız buradaki oranını beyninden gitti. Hamiyane deyip haraba koyup getirdi. 40% مساحت استان سیل خیز زنجان در فصول بارش مستعد جای شدن سیل است. همونطور که انتظار داشتیم و در هشدارها به اون اشاره کرده بودیم، بارش‌های قابل ملاحظه‌ای رو شاهد بودیم. بیشترین بارش گزارش شده مربوط به ایستگاه پری بوده با رقم 20. تنها دو روز بارندگی چنین سیلی به راه انداخت. پیراهنی که ارداده çok çetinliğiyle onu eğmek olar. Sel gönlüne vəzə salıb biləsin. Hələ içəri də bu cürdü də. Bura da buranın vəzidir. Kullan ətəyi ikən baxsat, hamı tərəfi uçurdu, uçurdu gedib kəndir təyini ikən. Mullan gəlsin götürüb aparıb. Özü əlinə tələmi, buradan divarı bir latı bura. Yod doğru tövləyə, buraya nəşə baxçılığa kullan. Gördü, həyət deydik, mən buram cıbbaq qorumuz qoymuyorsa da. Gələndə qardaşım ağamı götürüb aparıb qoyub qonşu oyuna. Üzlərdəki çıxıb şöyle də. در قسمت غربم که باغات انگورینا بود همش تخریب شد. هر شبت شاهمون لجن گرفته. Oraya inen gelip bu bağların hamısını aparıp benim 150 fıta mühimi burada üstü koruyor. Bizim salkıma bak. Kalıp burada çıkıyor. Abi orağının burada 100 bağ burada ot gelmişim kuda şahit tütüse. Bütün yığıp götürüp gelip aparıp memin çağırdı çay aparıp. به گفته کارشناسان 274 روستای استان با جمعیت حدود 150,000 نفر در معرض خطر سیل هستند که بیشترین آنها در شهرستانهای زنجان، خدابنده و ماهنشان است. از بابت بارندگی اخیر 20 روستا مشکلاتی براشون حادث شده. بیشتر خسارت ها کشاورزی و زیربنایی بود. حالا که جریان آب آرام گرفته باید علتجویی کرد و راهکاری اندیشید. بو کرپیدن اشاقی گرسیزا بیتو گیچیپلر سیلابو. داغابی که 50 سال اخیر بوده اونجا مشخص اون ترانشه است که سنگ ریخته مشخص اونجا بوده. سیلاب تنگ کردن. سیلاب باید باز بمونه که آبی که رو سیلاب که میاد سیل بری راحت. اکثر مناطقی که سیل اومد قطعا ساختمان هایی در مسیل سیلاب احداث کرده. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هم یکی از متولیان اصلی در ایمنسازی روستا هاست که استاندار هم مهلت یک هفته ای برای چاره اندیشی و اقدام به آن داده. مجموعا حدود 28 میلیارد تومان اعتبار نیاز هست برای ایمنسازی این روستاها. تسهیلات مسکن روستایی ما از همین الانم شروع شده. ما معرفی بانکامون شروع شده، عقد قراردادها هم داریم انجام میدیم. پرداختی هم انشالله فکر میکنیم ظرف دو سه روز آینده شروع بشه. مبلغ 100 میلیون تومان تسهیلاتی که در اختیار بنیاد مسکن توسط بانکای عامل گذاشته شده از اون فرصت استفاده کنم و مقاوم سازیاشون انجام بدم. بیشک آب مسیر خودش را میرود. مسیری که از گذشته محل عبورش بوده. این ما هستیم که باید علاج واقع قبل از وقوع کنیم. روستای قلعه‌جوق سیاه منصور یکی از 22 روستای خسارت دیده از سیل اخیر استان زنجانه که کمی با همت و اقدامات پیشگیرانه میشه از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری کرد. شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.